سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کهن. در برنامه قبلی سعی کردم که افکار و عقاید و باورهای دینی یه جامعه ایرانی رو در پایان قرن نهم و اوایل قرن دهم در دوران تیمور و عواملش رو که اعتقادات خود تیمور بود براتون شرح بدم. یک نکته ای رو که من اینجا اضافه کنم این است که تیمور بعد از تمام شرحایی که برای جامعه ایرانی داشت و بعد از این همه تلفات انسانی، این همه ویرانی شهرها و روستاها، جانشینانش از نظر پیروی از شرائین اسلامی یه مقداری از پدرشون کمتر ریاکار بودند یا یه مقداری صادق بودند. در نتیجه شاهرخ پسر تیمور در زمان حکومت خودش یک مقدار مراعات بسیاری مسائل رو کرده و یه مقدار خداترسی از خودش نشان داده و این خداترسیش در حدی بوده که خودش هم مشروب نمیخورده. این جالبه که اینا همیشه شاه میشدن برای اینکه بتونن هر کاری دلشون میخواد بکنند، ولی این نه، این مشروب که نمیخورده هیچی. دستور داده بوده که تمام خمخانه ها رو ویران کنن، خم شراب رو در خانه های اعیان، اشراف، هر کس هست بشکنند، شراب ها رو به خاک بریزند و متدین باشند. حتی بهش خبر میدن که چند نفر از شاهزادگان تیموری در خانه هاشون خمره های بزرگ شراب هست که ما جرات نداریم بریم اینا رو بزنیم بشکنیم. شاهرخ خودش بلند میشه با یک چماق در دست به خانه یکی که این افراد میره و خمره های اینا رو میشکنه و شراباشون رو به خاک میریزه و بر میگرده. میگویند که یه فرمانی داده بوده که یک کارخانه بزرگ صابونسازی تولید بشه. اینا رو به عنوان مثال عرض میکنم، این کل تاریخ مطلب نیست، اشتباه نگیرید، فقط میخوام میزان افکار و عقاید این آدم رو یه خورده به شما منتقل کنم. آره، کارخانه صابونسازی درست کنیم که صابون رو تحت یک شرایطی، شاید مثلا بهتر یا بهداشتی تر، مهم نیست، دولت بسازه و دولت صابونا رو به حمام ها بده. مردم خیلی متعزی شده بودن از چنین دستوری، برای اینکه صدها، بلکه بیشتر از صدها هزاران نفر در کارگاه های بسیار کوچیک خانهشون صابون تولید میکردن و این صابون رو به 5 تا 6 تا حمام میفروختند و از این طریق ارتزاق روزی میکردن. و حالا این همه بدبخت و بیکار و وشکست میشن، به یه شیخ الاسلامی مراجعه میکنن و اون شیخ الاسلام بلند میشه میره دربار و به شاهرخ میگه که این کارخانه صابونسازی که تو میخوایی بسازی این کار حرامیه. شاهرخ شروع میکنه به دفاع کردن از این کارخانهش و اون پیرمرد مؤمن عاجز میمونه در مقابل این دفاعیات، سرشو و دستاشو رو آسمون میکنه و میگه خدایا تو میدونی اون چی که وظایف دینی من بود به این مغول بچه گفتم، حالا این اونه که گوش نمیده. تا این حرفو میزنه شاهرخ دستور میده که کارخانه صابونسازی رو تعطیل کنید، بذارید مردم کار خودشونو بکنند. اگر شما به تواریخ ایرانی مراجعه کنید متوجه میشید که همه دارن تعریف میکنن از دوران آرامش و دوران ترقی هنر و ادبیات در زمان بازماندگان شاهرخ، مثل همین شاهرخ، بعد پسرش بایسونغور و بعد نفر بعدی باربر، که اینها سبب رونق هنر شدند و مکتب‌های هنری به وجود آمد در اینجا. حرف من از اول این داستان این بود که از زمانی که ایران دچار تک‌صدایی شد، چراغ علم هم در این مملکت خاموش شد و دیگر آدم‌هایی مثل ابن سینا و رازی در ایران به وجود نیامد و اگر کتابی هم بعد از اونها نوشته شد
رونویس کتاب‌های قرون چهارم و پنجم بود یا خلاصه کتاب‌های اساتید قرن چهارم و پنجم بود و حد اکثر حاشیه نویسی. میگویند قطب الدین شیرازی 700 کتاب رو از ادوار گذشته حاشیه نویسی کرده و توضیحات داده به این کتاب ها. علم در این حد متوقف شده بود، هیچ چیز تازه‌ای به وجود نیامد. اما جناب شاهرخ علاقمند به خطاطی و نقاشی بود و خطاطا و نقاشا رو تو دربار خودش جمع کرده بود و اینها کارهایی میکردند. پسرش بایسونقور خیلی خیلی علاقمند به صحافی کتاب بود و تذهیب دور صفحات کتاب و جلد کتاب و به تصویر کشیدن داستانها. و بهترین کاری هم که در دوران ایشون انجام شد همون شاهنامه بایسونقوری معروفه که 60 تابلوی مینیاتور بسیار بسیار گران قیمت داره که حالا شنیدم صفحه به صفحه تو موزه های دنیا داره فروش میره و کتاب اوراق شده و این کتاب در کتابخانه دربار ایران بود که در رژیم گذشته به دستور پادشاه قبلی محمد رضا شاه این کتاب با هزینه های فوق‌العاده سنگین چاپ شد و بسیار نایاب بود، بسیار گران قیمت بود و به سرعت هم تمام شد و دیگه هم تجدید چاپ نشد. اما اصل کتاب شنیدم در این دوره به غارت رفته، حالا دارن دنبالش میگردن دو مرتبه جمع‌آوری کنند. از این بابت هم من یه چیزایی شنیدم و تو اینترنت خوندم، چقدر موفقند یا این خبر به طور کل چقدر درسته، الله اعلم، من نمیدونم. به حال این دیگه اوج هنر زمان تیموری بود. اوج هنر زمان تیموری این بود که شاهنامه فردوسی رو که در قرن چهارم هجری سروده شده دورش رو نقاشی کنند و چند تا تابلوی نقاشی هم وسط کتاب بگذارند. دستشون درد نکنه، خدا پدرشون بیامرزه که این کار کردند. اما این اوج هنر این زمانه بود. خطاط هایی رو که اینا جمع کردن در هرات به مکتب هرات معروف شد. بعد نقاشان و خطاطان دیگری از اینجا به تبریز منتقل میشن و به مکتب تبریز معروف میشه. ولی کل کار اینی که عرض کردن خدمتتون، ما یه تعدادی خط خوب و یه تعدادی نقاشی مینیاتور که این مینیاتورها هنوز تحت تاثیر دوران مغولی است، یعنی چهره ها همه مغولی هن. هنوز کسی به عقلش نرسیده که آقا آدم غیر از آدم مغولی هم میتونه وجود داشته باشه. شال و کلاه و نمیدونم شال گردن و همه و اینا ایرانیه، اما صورت صورت مغولیه. تا یه زمانی برسه که بهزاد آدمی بیاد و این صورت رو هم برداره بکنه صورت ایرانی. انقدر تحول، ابتکار خفه شده تو مملکت. اما مورخین مجبورن که اینا رو به عنوان هنر زمانه، فرهنگ زمانه بنویسند و بسیاری خوانندگان هم هستن که میخونند و به به میگن، به به که ما بهزاد داشتیم، ما شاهنامه بایسونقوری داریم. ما این اوج هنرمون بود، جز این دیگه چیز دیگه ای نداشتیم. اصل مطلب که نوشتن کتابه که تفکره از بین رفته. حالا آرایش و بزک نوشتگان گذشته شده اوج هنر این دوره. توقف فرهنگی یا عقبگرد فرهنگی رو میخواستم براتون مثال زده باشم. اینه، شما هیچ اثر گرانبهایی در زمینه فلسفه، ادبیات، نمیدونم هیچ هنری و هیچ علمی، نجوم، طب، ریاضیات ندارید. از خوارزمی به این طرف دیگه کسی کار مهمی، یا از خیام به این طرف دیگه کسی کار مهمی در زمینه
نجوم یا ریاضیات نکرد. در مورد طب همینطور. اینا همه در جا زدن، در جا زدن، در جا زدن، 5 قرن، 6 قرن. هنوز هم ادامه داره. مهم این است که این تموم نشده. تمام حرف بنده این است که ما ببینیم که چه میراثی سهم ما شده. آبشخور علمی و فرهنگی ما کجاست و چه است. برای این است که دارم این رود درازی رو میکنم و این حرفا رو میزنم. چیزی که در ایران توسعه بسیار زیاد در این دوره پیدا کرد خانقاه بود. حالا من اگر بخوام به خانقاه بد بگم، بعضی از بینندگان تلویزیون خواهند گفت که آقا این آمده اینجا که به تمام ارکان فرهنگی و تاریخی ما بدی بیرا بگه. نه، واقعا درست نیست. عرفان یه پدیده‌ایه در ایران که ریشه های فکری و اخلاقی ایرانی هم داشته و در دل اسلام پرورش پیدا کرده و به یک نهادی تبدیل شده که ما مجبور هستم که این رو از آغاز برای شما بگم. عرض کردم اسم این برنامه هم هست شاخه های این درخت کهن. اگر به این موضوع رسیدیم اجازه بدید بشکافیمش بریم جلو، به دلیل اینکه در اصل مطلب، در اون چارچوبه گسترده‌ای که ما می‌خوایم راجع بهش حرف بزنیم کمک می‌کنه به ما. خب برای پدید آمدن عرفان در ایران باید به عقب برگردیم. زمانی که اعراب به ایران حمله می‌کردند این شکل نبوده که یک لشکرکشی باشه و لشکر دشمن در مقابلش باشه. بعد از اون سه جنگ معروف بزرگ که ارتش ساسانی متلاشی شد و فراری شدند و رفتند، حالا قبائل کوچیک کوچیک هر کدوم مأمور میشن که برن به یه نقطه‌ای در ایران. معمولا اینها از تمامی عربستان سعودی میومدن در محلی که بعدها به بصره معروف شد. بصره جایی نبود، یه اردوگاه بود در این زمان آغاز اسلام، ولی کوفه بود، شهر بود. می آمدن اینجا به اینها می گفتن آقا تو برو مثلا سمنان، تو برو به برازجان. اینا رو تقسیم بندی می کردن و اینا راه می افتادن به مقصد. در مقصد به مردم محل رو یا باشون می تونستن سازش کنن، یعنی مردم محل می گفتن آقا ما تسلیمیم، یا مسلمان میشیم یا به شما جزیه میدیم، جنگ نکنید ما رو نکشید، یا می جنگیدن با اینا. خب عموما هم در تمامی این جنگ ها یا در 90% این جنگ ها این ایرانی های بدبخت بودن که ارتش منظمی بالا سرشون نیست، خودشونند. ولی عربه به مقتضای زندگیش شمشیرزنه، سوارکاره، تیراندازه. در این عربا فاتح میشد، میزدن، میکشتن و مردم رو اسیر میگرفتند. اینی که من در گذشتم به شما عرض کردم که بسیاری از کلمات عربی، واژه های عربی معربه، یعنی عربی نبوده و عربی شده، یعنی اعراب واژه رو میگرفتن معرب میکردند. چیزهای دیگر رو هم عربا گرفتند و معرب کردند. یکی از اون چیزها مناطق جغرافیاییه، اسامی جغرافیایی است. یکی دیگر آدماست. آدمایی که اسیر می‌گرفتند طبق قوانین اسلامی این اسیر می‌شد ملک، می‌شد یک دارایی برای این آدمی که اینو اسیر کرده، می‌شد برده اون. در منطقه میشان یک زن و شوهر جوانی بودند که اسم شوهر فیروز بوده. اینها رو اسیر میکنند و یه قبیله ای اسم عربی خودش رو روی اینها میگذاره. الان من اون قبیله و اون اسم یادم نیست. اما چندی بعد ازدواجی صورت میگیره در این قبیله و عروسی میارن از قبیله دیگری که اون قبیله اسمش النجار بوده. خانواده داماد این دوتا برده ایرانی رو هدیه میکنن به عروس. در نتیجه نام فامیل
این ایرانی بدبخت دو مرتبه عوض میشه، میشه النجار. صاحب یعنی اون عروس خانم این بردهاشو بر میداره، بر میگرده میره به مدینه. در مدینه اینها رو آزاد میکنه، اینا برای خودشون خونه ای تهیه میکنند و میشینند و زندگی میکنند و فرزندی از اینها به دنیا میاد، اسم فرزندشون رو میگذارند حسن. تا یادم نرفته دوستانی که علاقه مندن که بیشتر از مطالب عرایز بنده در این زمینه چیزی بدونند، کتاب 5 جلدی تاریخ فرهنگ ایران نوشته آقای محمدی ملایری، یکی از با اهمیت ترین کتاب هایی که در 100 سال اخیر در ایران نوشته شده و متاسفانه با سکوت هم مواجه شده. این کتاب بسیار بسیار کتاب مفیدی است و این مطلبی که من دارم عرض می کنم اطلاعاتش تماما از این کتاب آمده. حسن در مدینه تا 16 سالگی میمانه و اونجا رشد میکنه، در خانواده فارسی یاد میگیره چون پدرش از دهاقین ایرانی بوده و زبان فارسی رو به اندازه یک دبیر میدونسته و عربی رو هم که یاد میگیره. در سن 16 سالگی به پدر مادرش میگه که من نمیخوام اینجا بمونم، من میخوام برگردم به زادگاه اجدادیم، میخوام برگردم به میشان. در این فاصله منطقه هم عوض شده، آرام آرام بصره به یک شهر تبدیل شده، اسامی میشان هم عوض شده، تقسیم بندی ها دگرگون شده و اون میاد به منطقه میشان. در اونجا یک عرب دولتمردی میفهمه که این عربی و فارسی رو خوب بلده، میبردش در خراسان در به مقام دبیری حاکم خراسان. چند سالی کار دبیری میکنه ولی باز بر میگرده به منطقه میشان و در همین شهر بصره به منبر میره و برای مردم قرآن رو تشریح میکنه. مورخین نوشتند که مورخین عرب حتی نوشتند که این اعجوبه‌ای بوده که هی وقتی عربی حرف میزده کسی نمیتونسته بفهمه که این ایرانی است و وقتی فارسی حرف میزده باز کسی نمیتونسته بفهمه که این یا آدمی است که عربی هم بلده حرف بزنه. این دو زبون رو به حد اکمال میتونسته سخنرانی کنه، روش سخنور خیلی خوبی بوده و عرب ها در دست راست منبرش میشستن و ایرانی ها در قسمت چپ منبرش میشستن و مستمعین بسیار بسیار گسترده‌ای پیدا میکنه. اینقدر بین مردم محبوب میشه که یک بار خلیفه وقت میخواسته لشکرکشی بکنه و جنگی رو آغاز بکنه، این روی منبر میگه که این لشکرکشی حاصلش جز کشتن مسلمون ها چیزی دیگری نیست و در این لشکرکشی شرکت نکنید و مسلمان نباید روی مسلمان تیغ بکشه. لشکرکشی خلیفه دچار مشکل میشه با حرف ایشون، اینقدر مردم از این حرف میپذیرفتند. خلیفه براش پیغام میفرسته که جلوی زبونت رو بگیر و حرف میزنی به امور خلافت دخالت نکن وگرنه با شمشیر ما طرفی. اینقدر این آدم مهم شده بوده در جامعه. خب اینو انجا داشته باشیم. کار ایشون هم تشریح قرآن بوده، شرح بدیم که این کلمات چیه، خداوند چی گفته یا محمد چی گفته، منظورش چی بوده. به کنه مطلب رسیدن رو همین الان من به شما بگم اینجا، در این زمان چنین چیزی در جهان اسلام و عرب رایج نبوده، ازش اطلاع نداشتند، این یه گوشه ای از فرهنگ ایرانی بوده. از مانی به این سو، مانی اعتقاد میدونید که مانی تنها پیغمبریه که در زمان حیاتش 12 جلد کتاب نوشته، که البته ما ایرانی ها فقط ارژنگش رو میشناسیم. در این کتاب ها پیوسته صحبتش این است که ما میبایست به کنه مطلب پی ببریم،
کلمه تعویل در زبان عربی از اینجا شروع میشه، یعنی به اول و آغاز کار برسیم، ببینیم منظور نویسنده چه بود. این علمیه که در قرن بیستم غربی ها درست کردن، اسمش گذاشتن هرمنوتیک، که از طریق مطالعه خارج از متن پی ببریم که در این متن داره چه میگذره. حالا اینو من بیشتر شرح خواهم داد، یعنی چی و چه گونه. ایشون کارش این بوده که بیاد قصه اولیه قرآن رو، همین داستان آفرینش رو، برای مردم تشریح کنه که خدا به چه منظور انسان رو آفرید. اینجا رو داشته باشید. از طرف دیگری در جهان اسلام در این تواریخ، یعنی هنوز 50 سال از مرگ پیغمبر، وفات پیغمبر نگذشته، ترس از خدا و ترس از عقوبت خدا، ترس از دوزخ خدا تمامی جهان اسلام رو گرفته. یعنی اون چی که تبلیغ می شده برای اسلام ترس از خدا بوده، ترس از عقوبت‌های خداوند بوده. و حالا بشری با خدایی مواجهه که در بسیاری موارد نمیدونه که اگر این کارو بکنه خشم خدا رو برانگیخته یا نه، برای اینکه اصول کلی برای اسلام هنوز تدوین نشده، هنوز هیچ چیز مهمی در اسلام گفته نشده جز اعتقاد به خدای یکتا، جز آنچه که امروز در قرآن داریم. ولی بعد کلام اسلامی از این به بعده که آرام به آرام به تدریج درست میشه و پروریده میشه و کامل میشه. حالا این نکته رو داشته باشید. این ترس از خدا در مسلمین هست. تشریحات ایشون، مثالم بزنم براتون، این که میگوین که حضرت رسول اکرم صلوات الله به مسجد مدینه رفتند و در آنجا اهل صفه رو دیدند. حالا اهل صفه یعنی چی؟ زمانی که پیغمبر از مکه به مدینه رفت، بسیاری از مردم فقیر و تنگ دست مکه‌ای که اعتقاد به پیغمبر پیدا کرده بودند، شبانه مخفیانه از مکه خارج می شدند و راه بیابون رو می گرفتند، خودشون رو می رسوندن به مکه و می پیوستن به حضرت رسول. تعداد اینا بین 80 تا 90 نوشته شده. خب در اون زمان جا و مکانی برای اینها نبود. پیغمبر خدا دستور میده که در داخل مسجد مدینه یک سکوی پهن و بلندی بسازند، روش هم حصیر پهن کنند و این مردم بنشینن رو اون صفه‌ای که ساخته شده. در نتیجه در تاریخ اسلام به این جماعت گفته شده اهل صفه، که بعد هم از خانه پیغمبر غذا می پختند، می آوردن در مسجد به اینها غذا می دادن بخورن. دیگه من نپرسید اینها چی می پوشیدند، چجوری خودشونی می شستند، اینا رایج نبوده هنوز. اگر بخواهید مراجعه کنید به تاریخ لباس در اسلام، متوجه میشید که در این زمانی که من دارم صحبت میکنم، لباس جزء اولویت‌های زندگی مردم عربستان نبوده، یه چیز اشرافی بوده. سران قریش لباس تنشون میکردند، یک پارچه رو وسطش رو سوراخ میکردند، یعنی چارلاش میکردند و یه تیکش رو میبریدن، یک سوراخ گنده به وجود میامد. اون پارچه رو زنها سرشون از اون سوراخ عبور میدادن و با یه تیکه دیگه از اون پارچه که به صورت یه بند یا تناب ساخته بودن کمرشون میبستند. در نتیجه یک زن از بالا سینش پیدا بود، از دو پهلو زیر بغلش و تمام دنده هاش پیدا بود و به خاطر کمبود پارچه و قیمت و نداری دامنش هم کوتاه بود تا حدود زانو بود. این لباس، این معروفترین و شایعترین، مدترین، نمیدونم چی بگم، لباسی بود که زنان مکه می پوشیدند. و اگر حجاب در اسلام اونچه که الان گفته میشه
این که میگم که احکام اسلامی بعدها تدوین شده همینه، نمیخوام بگم که اون درست بوده اینا غلطه ها، این کار من نیست، اما لباس عرب در عربستان سعودی این بوده، این بالاترینش بوده، این مهمترین و با پوششترینش بوده. گاهی اوقات تکه پارچه ای رو به دور کمرشون میبستند. صف نماز رو که مرد و زن از هم جدا کردن برای اینکه در رکوع آلت تناسلی مردها مشاهده میشده، وگرنه قرار بوده که مردها جلو بایستن، زنها عقب در یک سالن نماز بخونند. اینکه جدا میشه و بین دیوار کشیده میشه به این دلیل بوده، برای اینکه مرد عرب یک چیزی شبیه لونگ اما باریکتر از لونگو به دور کمرش میبسته و راه میفتده. اون از حجاب زنانش، این از حجاب مردانش. و این نوع لباس پوشیدن در عربستان سعودی بر حسب احادیثی که از امام جعفر صادق باقی مونده همچنان ادامه داشته، کم و بیش زیاد ترقی نکرده. بگذاریم. حضرت رسول وارد مسجد مدینه میشه و میبینه دو نفر از اهل صفه دارن قاه قاه میخندن. میره جلو بهشون میگه که اگر میدانستید چه سرنوشتی داشتید زار زار گریه میکردید. این یه درجه از میزان خدا ترسیه که داره در جهان اسلام شایع میشه. حالا گروه خدا ترسان میخوان که یه کاری بکنن که دوچار غضب خدا نشن، برای این کار میشینن قرآن میخونن که ببینن دستورات خداوند چی بوده، ما اینو یاد بگیریم. جز قرآن خوندن چیزی، جز قرآن هم چیزی دیگری برای خواندن نداشتند. حتی خلیفه عمر گفته بوده که کتابا رو بسوزونید، اگر چیزی هست، اگر چیز خوبی هست که حتما در قرآن هست، اگر خارج از قرآنه که کتاب ما قرآنه. به این دو دلیل بسوزونی ترچی کتاب هست و میسوزوندن و کسی کتاب نمیخونده، اصلا سوادی وجود نداشته برای خوندنش در جامعه عرب. اما مسلمانان شروع میکنن به خواندن قرآن، خواندن و خواندن و خواندن. در این خواندن ها متوجه یک تناقضات عجیب و غریبی میشن در این افسانه آفرینش. حالا باز در این مورد این نکته که میگم، چون چند نفر از بینندگان این برنامه از من خواهش کردند که یا دستور دادن به من که مطالبی که میگم ضمناً کتابهایی هم بهشون معرفی بکنم، باز در این زمینه کتاب رندی و حافظ نوشته آقای داریوش آشوری کاملترین و بهترین کتاب در این زمینه، یعنی آغاز عرفان، تصوف و عرفان در ایران، بسیار کتاب کاملی است. اینهایی که قرآن رو میخوندند و کارشون به شبان روز کشیده شده بود متوجه تناقضات عجیب غریبی میشن. این تناقضات چیه؟ فرشتگان به خدا میگن که برای چی داری اینو میآفرینی؟ این میره رو زمین فساد میکنه. خداوند میگه که من این رو دارم میآفرینم که اسماء رو بهش یاد بدم، یعنی علم بهش یاد بدم. خب اگر خدا به نیت علم یاد دادن به ما ما رو آفریده، پس چرا در بهشت به ما میگه از درخت دانایی نخور؟ این که یه تناقضه. حالا بگذاریم از این که آدم و حوا آفریده شدن، از بهشت اخراج شدن، اومدن در بیرون، از تنهایی دل پدرشون در میاد، از بیکسی و تنهایی، همین که تو بیابونا میرفتن بر میخورن به یه قبیله‌ای و دخترای اون قبیله رو میگیرن برای پسراشون. آقا خداوند آدم و حوا رو آفریده بود، آدم و حوا صاحب دو تا فرزند شدن، اونا دیگه کیان؟ این تناقضات در داستان آفرینش که کل مبحث اسلام، نه تنها اسلام، تمام ادیان ابراهیمی، مسیحیت و یهودیت تو دل این قصه است، پر این ازداده برای رسیدن حل این معضلات.
به قرآن خونی ادامه بیشتری میدن و توش نتایجی میگیرن که اون نتایج بسیار بسیار درخشانه. اما وقت من تمام شد، ببخشید بنا. در جلسه بعدی راجع به آغاز تفکر عرفانی یا صوفیانه در ایران با شما صحبت خواهم کرد. فعلا شب روزتون بخیر.